با عرض سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای بهبهانی، این صحبت در مورد نقد ادیان به قول دوست عزیزم آقای تیمسار آریانپور، امیر هوشنگ آریانپور، بعضی مطالب رو بایستی یک یادآوری خیلی کوتاه کرد تا اینکه تم صحبت از یاد نره. من ادیان رو برخلاف معمول که همیشه روی سه بخش نقد میکنن، روی هفت بخش نقد کردم، و چون در دین اسلام هم نبوت جزء اصول دینه، دین اسلام رو در هشت بخش بررسی کردم. خداشناسیش چیه؟ نبوتش چجوریه؟ فرجام شناسی و معادش چجوریه؟ جهان شناسی اسطوره‌ای خلقت و جهان بینی دینیش چجوریه؟ که خود این شامل الان در اینجا هستیم. بعد کتاب مقدس در قرآن، کتاب ها نیست، و منطق دینیش چیه؟ پنجم، ششم، اخلاق و ارزش های نیک و بدش چیه؟ حلال و حرام و واجب و گناهش. هفتم، مراسم و عبادات، که در اینجا اهمیت نماز و حج و روزه به خصوص برجسته است در کنار زکات و خمس. و هشتم، نظام اجتماعی مطلوب و ایدئالش، در واقع ایجاد مدینه فاضله از مؤمنان با نابود شدن همه کافران از طریق ارشاد یا جهاد. و این جامعه ایدئال در قرآن به نظر من یه نقطه است که زیاد توجه نمیشه، مکه است. مکه جامعه ایدئال اسلامیه که کسی دستور نمیتونه بده، الاخر وقتش برسه میگه. به هر حال یه عکسی دیدم که یک کسی که یه جوان هنوز به قول معروف به تکلیف شرعی نرسیده رو به خاطر اینکه در گرمای 40 درجه آب خورده بود، بیچاره رو دستاشو بسته بودن، یه چیزی هم اتیکتی هم روش گذاشته بودن، و هر حال گیر اون جلادی که شلاق بزنه نیفتاده. بله. و یه عکس گرسنگی خانواده رو انداخته بود که اونایی که زیر فقر مطلقن، نه زیر اون عکسی که دیدم، و زیر فقرم به خود جامعه ایران نزدیک 49% بعضی ها میگن، به هر حال در حدود 40% زیر خط فقره. به هر حال متاسفانه، بله، در واقع عدل آخوندیه دیگه. یه جمله بسیار خوبی نوشته بود، خواستم اینو تقدیم عزیزان بکنم. می نویسه: عجیب است در کشورهای اسلامی دنبال روزخار می گردن تا مجازاتش کنند، اما دنبال گرسنه نمی گردن تا سیرش کنند. بسیار زیبا بود. تقدیم به همه بینندگان عزیز تلویزیون میهن. توضیح برای سخنرانی قبلی، بعضی عبارات رو خیلی خلاصه، چون خودم می دونم گذشتم، و یک کمی توضیح می دم. ایراد گرفتم که چرا تورات، انجیل و قرآن شش روز خلقت رو هفته رو جدی گرفته، خود موضوع هفته رو، و تورات در شش روز تمام میکنه، روز هفتم یهوه استراحت میکنه. در قرآن برای اینکه خدای اسلام نمیتونه استراحت کنه، خسته نمیشه، روز هفتم هم عرشو میسازه. ولی هر دو مثل مسیحیت هفته رو جدی گرفتن. هفته یه قرارداد برای سنجش روزهای ساله. توضیح مفصلی من در اون نوروز و اینا دارم، ولی اینجا خیلی خلاصه. سومری ها ایجاد کننده اولین تمدن بشری، هفته را برای زمان سنجی علاوه بر تقسیم یک شبانه روز، اول به 12 ساعت، بعد 24 ساعت، و بنابر مبنای عدد سومری چون 60 بود، اون ساعت رو هم به 60 دقیقه، دقیقه رو هم به 60 ثانیه تقسیم کردن، که هنوز ما سومری شو به کار میبریم.
مبنای عدد جز در سومر هیچ جا 60 نبود، چون تاجر بودن راحت تقسیم میشه به اعداد خیلی زیادی، 10 نمیشه به تعداد انگشتان دست. برای تشخیص روزها از همدیگر سومریان نامهای هفتگانه هفته را به وجود آوردن که بدونیم چه روز هفته هستیم، اسم که نداره روز هفته. بنابراین برای زمان سنجی یه روزانه برای مشخص کردن نام روزهای هفته اینو به وجود آوردن. برای زمان سنجی ماهانه و هفتگی هم 4 هفته را 1 ماه حساب کردن که 2 روز تقریبا کمتره، به اصطلاح 28 میشه، این میشه 30 روز، گاهن هم 31 روز در مال ملک شاهی 6 ماه اول، در مسیحی هم همین، و قمری البته 28. و از طریق ماه های 12 گانه ببخشید و از طریق ماه های 12 گانه برای زمان سنجی سالانه هر سال 1 روز و 5 ساعت و 54 دقیقه و 48 ثانیه بیش از 52 هفته میشه، یعنی 52 هفته میشه 364 روز که تاکنون همچنان ادامه داره این زمان سنجی سومری هفته. سومرها چون 7 ستاره متحرک رو در آسمان میدیدن، دلیلش هم فقط اینه، 7 روز هفته را به نام آنها به وجود آوردن که در تقویم های اروپایی اسمشون هست: ساندی روز خورشید، ماندی روز ماه، لندی به اصطلاح، مرکودی روز مرکوره اوتارود، جدی روز جوپیتره، واندقودی ونوس دیه، مغدی مارس دیه، بعد ساترده هم همون ساترن دیه زحل. بنابراین در حالی که مثلا تقویم زرتشتی اصلا هفته نداره، این حرفا بیمعنیه برای زرتشتی ها، یه ماه 30 روزه است، سالش هم 12 ماهه طبعا از سومر برداشته شده، جمعا 360 روز میشه. و در تقویم بابی و بهایی هفته در واقع ما 19 روزه ماهشون و سال هم 19 ماهه که جمعا 361 روز میشه. 5 روز رو به نام ها اضافه میکنن که اون وقت میشه 366 روز، باید دال اضافه بکنن به حساب ابجد، 665 روز بشه. در حال نبیل زرندی به خواست علی محمد باب این تقویم رو درست کرد، 19 19، در یکی از، چون خیلی حروفی بودن و اینا، در یکی از 2 تقویم انکا گفتم شرحش اونجا، هر ماه به تعداد انگشتان دست و پا 20 روزه و 18 ماه جمعا 360 روز میشه. همون چیزی رو که مزاجمین مسلمان هم شمسه مسترقه میگن، خمسه مسترقه، پنجگانه دزدیده شده به اصطلاح، اون رو اضافه میکردن انکاها هم. همچنان که زرتشتی ها که 30 به اصطلاح ماه 30 روزه 12 ماهه دارن، گاهنبار های پنجگانه رو به اون اضافه میکنن که 365 روز بشه. گفتم هم که تا زمان ملکشاه نتونسته بودن اینو تثبیت بکنن، دوره های رونق دقیق پیدا میکردن دوباره تغییر میکرد. یه توضیح هم راجع به ابن رشد، راجع به رب گفتم. ابن رشد میگه که خدا رو رب یعنی تربیت کننده، میگه که در ترجمه هم خالق نوشته بود به غلط، این خالق نیست، رب یعنی تربیت کننده، چون ابن رشد به خالق وجود از عدم معتقد نیست، خلق وجود از عدم رو ممتنع میدونه، میگه که چنین کسی نمیفهمه داره چی میگه، حرف بیمعنی داره میزنه، وجود هر جا باشه اونجا رو وجود میکنه. بگذارید، معاصر شیاد بزرگ تاریخ دنیای اسلام و
یکی از علل مهم نکبت مسلمین امام محمد غزالیه که برای تحافت الفلسفه اون تحافت و تحافه نوشت. به هر حال بگذاریم، گفتم اینا رو. در قرآن خدا هم قبلا رحمان و نیز رب نامیده شد که در سخنرانی هم در مورد خداشناسی اسلام اونا رو بیان کرد. یکی از حوادث هفته چیز محمد علی کلی بود. من البته خیلی خلاصه، یه متن نسبتا بدی نبود، خوبی بود، به دستم رسید که نوشته بود جمعه 10 ژوئن 2016 اکثرا شبکه‌های تلویزیونی آمریکا مراسم نماز میت و خاکسپاری محمد علی کلی را پخش کردند. این یه متنی بود که چون خیلی طولانی چیزای زائد داشت من اونا رو حذف کردم، یه بخشای خیلی تکمیلی زیادی هم خودم اضافه کردم. بعضی این از این رسانه ها تنها به گرویدن محمد علی به مذهب اسلام سخن گفتند و به جنبه مسلمان شدن وی پرداختند، هم در ترکیه و ایران هم در غرب، برای بد بودن مثلا یه ذره انتقاد، انتخابی که بیشتر به زندگی شخصی وی با اینکه مربوط میشه، ولی در عین حال این نقطه ایست که من اضافه کردم، یک خاطره بد اجتماعی برای سیاه پوستان آگاه در قاره آمریکا وجود داره، جز در کوبا که وقتی محمد علی کلی میره فیدل کاسترو رو ببینه، یکی از همراهانش میگه که اینجا راسیسم وجود ندارد. راست میگه، تمام عیوب چیزهایی که وجود داشته باشه این نیست. اسمهای مسیحی، این تصریح کلی ها، من به این خاطر، من یک متن فرانسوی از مجله از کلی خوندم و اونجا در اون متن فرانسوی کلی صریحا به این مسئله تصریح کرده بود. حالا بهش خواهم رسید، چیز به اصطلاح، بله، اسمهای مسیحی و مسیحیت برای آنها، یعنی سیاه پوستان آگاه در آمریکا به خصوص، به قول مارتین لوتر کینگ در کتاب ندای سیاه، یادآور کار ناشایست کشیشان مسیحی در توجیه دینی و مسیحی قتل عام 50 میلیون سیاه پوست در آفریقا است و بردگی اونهایی که دستشون رسید آوردن به قاره آمریکا. مسیحیت برای آگاهان مسیحی به از جمله من مدلکلی این بوده. کشیشان با مرحوم زنده یاد لوتر کینگ می نویسه، مارتین لوتر کینگ، کشیشان با سوء استفاده از منطقه ارسطو در توجیه این جمله سفر تکوین باب اول آیه 26 تورات و خداوند گفت آدم را به صورت ما و موافق و شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهائم درندگان و بر تمام زمین و همه حشرات که بر زمین میخزند حکومت کنند. حالا چرا معلوم نیست. کشیشان در توجیه نسل کشی و جنایت اروپاییان سپید پوست گفتند بنا به کتاب مقدس سه تورات و انجیل بیبل، انسان به شکل خدا آفریده شده، چون خدا سیاه نیست پس سیاه انسان نیست. به نوشته این استدلال بود که زنده یاد مارتین لوتر کینگ در ندای سیاه آورده بود، به نوشته مجله آمریکایی فرانسوی سوسیتی، با ایگرگ هم می نویسه و وای می نویسه، نه مثل فرانسه سوسیته بنویسه، بله، در شماره 10 تا 23 ژوئن نمره 33 سال همین 2016 صفحه 34ش می نویسه که محمد علی کلی صراحتا نام کاسیوس مارسلیوس کلی جر، یعنی جی آر، را یادگار نام بردهداری می دانست و نام خود را همه جا در اعتراض به تاریخ سیاه استعمار در آفریقا با مسیحیت همراهی و همیاری مسیحیت محمد علی و نه حتی علی می نوشت. پارکینسون هم که نوشته بود یه دقیقه و خورده طول می کشید ولی همه رو می نوشت، کسان که چیزی می خواستن ازش، که سفید پوستان مسیحی محترم
بخش باقی مانده اجدادش را از آفریقا برای بردگی به آمریکا آوردن، اونا که دستشون رسید، و زبان و نام و دین استعمار یعنی مسیحیت را در قاره جدید بر بردگان تحمیل کردن. این است عکس العمل. من این توضیح رو ناچار بودم بدم که بدونن که ایشون نه اسلام شناسه نه چیز، انسان ساده‌ای بوده، تصادفاً به یه آخوند خیلی نادر خیلی اومانیست برخورد میکنه به نام عالی جاه محمد، ایشون مسلمونش میکنه از طریق یه دوستش که امام البرکه بوده، اونم اسم مسیحی داشته عوض شده. با آنکه ادیان در مقایسه با فلسفه و به خصوص علم و انسانیت و دموکراسی همه ارتجایی و به سبب تقسیم بشریت به مؤمن اهورایی و کافر اهریمنی، همه ادیان افراطی ضد بشری هستند، یعنی می توانند باشند، در نسبت و مقایسه اسلام و مسیحیت به خصوص برای سیاه پوستان آمریکا، اسلام، اون هم اسلام عالی جاه محمد که یک روحانی سیاه پوست و عدالت طلب و به اصطلاح انسان دوست بود، در مبارزات محمد علی کلی در خصوص تبعیض نژادی، صلح، برابری اجتماعی، دموکراسی و آزادی نقش اساسی داشته است. اونا فکر میکردن نداشته مقاله، برعکس. بعد هیچ کس از آن دوره و شرایطی که محمد علی را کاکاسیاه میخواندن و مسیحی بودنش رو به سخره میگرفتن، بعضی کلیساها هم همینجور زیاد اجازه نمیدادن، چه رسه به رستوران ها، سخن نمیگوید. هیچ رسانه ای از این حقیقت سخن نمیگوید که محمد علی در دوره ای به اسلام روی آورد که جامعه آمریکا او و همرزمانش را به حساب نمی آورد. جامعه مسیحیت آمریکا نیز همان رفتار را با سیاه پوستان داشت که هنوز هم در بخشی از آمریکا برای ورود سیاه پوستان به رستوران ها دارد. چنین شد که در آن روزگار امثال محمد علی بیش از آن که آگاهانه اسلام را بپذیرند، تغییر مذهب برایشان واکنشی بود به شرایط حاکم بر جامعه آن روز آمریکا. به عبارت دیگر تغییر مذهب دین، در واقع دین محمد علی، مذهب شاخه های دین رو میگن، این متن درست نیست، و تعداد کثیر دیگری از سیاه پوستان در آن دوره بیشباهت به مسیحی شدن عده از ایرانیان امروز نیست، بسیار درست، که به خاطر عدم وجود دموکراسی و آزادی در ایران و بلایی که آخوند ایرانی به سرشون میاره، وطن رو ترک میکنن و برای گاهن اخذ پناهندگی در کشور خارج به مسیحیت میگرون. جای شک نیست که اگر به جای رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم در ایران نظام دیگری حاکم بود، تعداد ایرانیان مسیحی شده در این حد نبود. در یک کلام، مسلمان شدن محمد علی نه از حب علی که از بغض معاویه بود. کاملا درست. دلیل اصلی محبوبیت محمد علی نه مشت زنی تنهاش بودم اونم برخلاف مقاله، بلکه بدین خاطر بود که وی در اوج قهرمانی با شهامت تمام از رفتن به جنگ علیه مردم ویتنام سر باز زد، و وی به خاطر این افکار آزادی خواهانه و در دفاع از حقوق سیاه پوستان و رنگین پوستان علیه دولت آمریکا قد برافراشت و به زندان رفت. بیل کلینتون رئیس جمهور بعدی آمریکا به سبب تمایلات عدالت طلبانه در جوانی همانند کلی به جنگ ویتنام نرفت و به همین سبب هم در خاک سپاری او شرکت داشت. بعد یک صحبتی هم به اصطلاح فرازی از زندگی سیاسی و به اصطلاح مشتن افسانه‌ای در گذشت. محمد علی بعد از 30 سال نبرد با بیماری پارکینسون سرانجام در سن 74 سالگی درگذشت. وی در 17 ژانویه 1942 در ایالت کنتاکی آمریکا چشم به جهان گشود. البته برای آمریکایی‌ها اینا حرفای زائدی است، ولی دیگران همه نمیدونن. او به خاطر درخشش بی‌نظیر در ورزش مشت‌زنی که دوچرخه‌شو می‌دزدن میره مشت‌زن میشه،
که دیگه ندوزدن، و همچنین به خاطر فعالیت های سیاسی به یکی از معروفترین و مردمی ترین شخصیت های سیاسی و ورزشی قرن بیستم تبدیل شد. محمد علی مدت طولانی از بیماری پارکینسون رنج می برد. اون رجز هایی که می خوند، یه استاد دانشگاه آکسفورد گفته بود که اینا رو جمع می کنم به خاطر اینکه در دیالوگ انگلیسی اینا وجود نداره، غنا می بخشه زبان انگلیسی رو محمد علی. و اون دو دقیقه ای که در اولین مسابقه لیستون رو زد، همه اومده بودن صادق میگفتن که ما میخواستیم اینا حداقل نیم ساعت سروب همدیگر رو لحت و پار کنن، این که نمیشه. به هر حال اون هوک چپ رو وارد کرد و کلی جا خالی داد، دستش در اومد و یه مشت محکم به کلش کوبید، همونجا دراز کشید. بله، بالاخره روز جمعه سوم ماه ژوئن خبرگزاری های رسمی در تلکس خبری خود نقل از خانواده محمد علی نوشتم. محمد علی قهرمان سابق مشت‌زنی جهان در سن 74 سالگی به دلیل عارضه تنفسی و بیش از 30 سال نبرد با بیماری پارکینسون بامداد روز سوم ژوئن در بیمارستان شهر فینیکس در ایالت آریزونای آمریکا به آغوش مرگ شتافت. محمد علی به خاطر شهامت و شجاعت چه در عرصه ورزش مشت‌زنی و چه در خارج از آن مورد احترام میلیون ها تن از مردم جهان بود و نام او برای همیشه در تاریخ سیاسی ورزشی آمریکا و جهان ماندگار خواهد بود. او از چهره های سرشناس جنبش عدالت خواهی و مدنی سالهای 60 و 70 سیاه‌پوستان آفریقایی تبار آمریکا به حساب می آید. قرار گرفتن او در کنار دیگر رهبران این جنبش همچون مارتین لوتر کینگ، مالکوم ایکس و فعالین حزب ببرهای سیاه نام وی را در رینگ مشت‌زنی فراتر بود. محمد علی در فردای کسب عنوان قهرمانی بوکس جهان در اعتراض به سیاست تبعیض نژادی و نژادپرستی رایج و گسترده در آمریکا در گفتگو با خبرنگاران مهمترین شبکه‌های جهانی اظهار داشت: من قهرمان بوکس سنگین وزن جهان هستم، اما در کشورم محلاتی که من نمیتوانم در آنها سکونت و زندگی کنم و رستوران‌ها و غذاخوری‌هایی که به خاطر رنگ پوست و آفریقایی تبار بودنم نمیتوانم وارد آنها شوم. محمد علی سه سال بعد از کسب عنوان قهرمانی جهان در یک اقدام تاریخی و در گرماگرم جنگ ویتنام بله از خدمت در صفوف ارتش در کشور کشور آمریکا خودداری کرد و در برابر دوربین تلویزیون ها جهان اعلان داشت: من دعوایی با ویتکونگ ها ندارم، تا کنون هیچ ویتکونگی به من کاکاسیاه نگفته است، من حاضر نیستم بروم و ده ها هزار مایل دورتر از خانه یک ملت محروم و گرسنه را کشته و خانه ها و کشتزارهایشان را آتش بزنم، صرفا به خاطر اینکه سلطه و اقتدار اربابان سفید پوست بر تیر پوستان جهان تداوم یابد. ویتکونگ ها هیچگاه مرا مسله نکردند و هیچگاه سگ های هار را علیه من نشوراندند. من چطور میتوانم این مردم ستم دیده و رنج کشیده را کشته و یا در کشتارشان مشارکت نمایم؟ بهتر است من به خاطر امتناع از مشارکت در این کشتار به زندان بروم. به هر حال این خیلی شهامت میخواست و وی به خاطر خودداری از پیوستن به ارتش آمریکا در جنگ ویتنام تمام مدال ها و افتخارات قهرمانی خود را در ورزش مشت‌زنی از دست داد و هر گونه ولی نداد و از هر گونه شرکت در این درسته مسابقات بوکس محروم گردید. هرچند که سه سال بعد دادگاه تجدید نظر این تفکیک قوای آمریکا رو میرسونه، در روسیه اتفاق نمیافتاد. بله، هرچند سه سال بعد دادگاه تجدید نظر حکم رأی دادگاه قبلی را شکست و محمد علی دوباره به صحنه مسابقات برگشت. محمد علی در هنگام باز قهرمان شد، در هنگام و اونم خیلی جالب قهرمان شد، وایستاد اونقدر کتک خورد آخر یه ضربه زد به موقع و طرف رو دراز کرد، گفت اینم یه سبکیه که انسان میتونه کتک بخوره و قهرمان بشه. محمد علی در هنگام نابغه بود از نظر موقع شناسی اینا. محمد علی در هنگام خارج شدن از دادگاه در پاسخ به سوال خبرنگار اظهار داشت: بر روی رینگ وقتی که در نبرد بین دو مشت‌زن
جان یک بوکسور به خاطر زخم برداشته شده به خطر میافتد، داور مسابقه بازی را قطع میکند و ورزش بوکس هیچ وجه مشترکی با قلدری، با تجاوز، با جنگ، با مسلسل و بازوکا و بمب‌افکن‌ها ندارد. سالها بعد در ستایش قهرمانی و از جان گذشتگی تاریخی مردم ویتنام در مصاحبه مطبوعاتی گفت: وقتی که برای هدفی می جنگید چیزی از دست نمی دهید، یعنی اگه کشته بشید. فکر می کنم بازنده کسی است که هدف والایی ندارد. به هر حال یادش به خیر بود. خواستم این رو تقدیم به خصوص شنوندگانی که در امریکا زندگی نمی کنند بکنم. هفته قبل در جواب به سوال یک دوست گرامی گفتم که ساره گلوخان، قلی قره‌باغی معروف به سالار، شعر اجتماعی به فارسی و ترکی آذربایجانی می سرود. مثلا هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن، هان امم که جبیز دیدی تا بادغونا یورگان. امه من شب خونه ما بود، لحاف براش پیدا نکرد. ترجیبند همش طنز، خنده، زیبا و بدونی که باعث تحقیر کسی بشه. به خواست دوست دیگر این شعر اجتماعی سیاسی ساره گلخان را در مورد جوه کفک زده عبدالله مستوفی، استاندار رضا شاه، به مردم تبریز و سراسر که به مردم تبریز و سراسر آذربایجان خورانید میخوانم. چنین عمل ننگینی در هیچ ناکجا آبادی رخ نمیدهد و نداده، فکر میکنم که دولت حاکم و ایجاد کننده امنیت آگاهانه میلیون ها انسان را به تدریج با خوراندن جوه قارچ زده مسموم کند و دچار عوارض بعدی آن سازد. درجه شرافت عبدالله مستوفی در این جنایت آگاهانه در حد شرافت اربابش رضا شاه پهلوی بود. درد و نکشیدید نمیدونید. زنده یاد سید احمد کسروی که اونم تبریزیه، که خودش تبریزی بود، در کتاب سرنوشت ایران چه خواهد بود صفحات 47 و 48 چاپ 1324 قابل دانلود کردن، اینم چاپ اولش اون موقع بود، شاید هم باشه دانلود کردن، می نویسد: من در هر حال این کتاب رو در پاریس و بعد در آلمان تجدید چاپ شد. بله، یک چیز مسلم است، کسروی می نویسد، آن است که در این قضیه، یعنی ظهور فرقه دموکرات به رهبری پیشوری در آذربایجان، بدرفتاری های کارکنان دولت در آذربایجان در زمان رضا شاه و بی‌اعتنایی های مرکز به شکایت های مردم مؤثر افتاد. به خصوص نیش های زبانی بسیاری از مامورین از قبیل مستوفی، من اضافه کردم استاندار، و نفیسی رئیس فرهنگ و دیگران، رئیس شهربانی و غیره، جاندارمی غیر را اشاره میکنه، اینها در آذربایجان نشسته و نان مردم را خورده و آنها را اولاد چنگیز خواندند و زبان ترکی را سرکوفتی به آنها گردانیدند. آقای عبدالله مستوفی در تهران بسیار میکوشد که خود را پاک و بری نشان دهد، ولی چنین نیست. من یکی از گواهانم، من اضافه کردم کسروی همچون یک قاضی سابق، وکیل عدلیه و مورخ حرف میزد، من یکی از گواهانم که آقای مستوفی، آن مرد نویسنده و اندرزگو، بدرفتاری را با آذربایجانیان از اندازه گذرانید. پایان نقل کن. من اضافه میکنم اشاره به اینکه درس اخلاق در رادیو تهران میداد و دموکراسی برای مردم ایران، مستوفی، از همون که رضا شاه افتاد تا موقع مرگش هم ادامه داد. و در منم یادمه، من سخنرانیاش به تحقیر مردم ایرانم میپرداخت. از جمله یادمه، من خوب یادمه، یه بار حسن ایرانی را با هنسن فرانسوی مقایسه میکرد که اون چه آدم دقیقیه، این چه آدم. همه جا انسانهای دقیق و غیر دقیق وجود داره، اینجا هم کلوشار فراوانه، نگران نباشه جناب عبدالله مصطفی. اسمها را ما شارلاتان نداریم، لغت فرانسویه، برای اون حرفه ساختن. بله، اسمها را جناس انتخاب کرده که خیلی خورن داشته باشه، حسن و هنسن. خودش هم اشاره میکرد آقای علی دهقان، رئیس، خیلی هم شاه دوست بوده و چیز،
یعنی منظورم هیچ مخالفم نداره، رئیس فرهنگ تبریز، بعد رئیس فرهنگ آذربایجان، سپس استاندار آذربایجان شرقی و بعد استاندار گیلان، هم خاطراتی داشت که در پاریس به من نقل کردن، خونه دخترشون که با خانم من و خود من دوستی، از رفتارش با ورزشکاران آذربایجانی، رفتار عبدالله مصطفی در مسابقات سراسری ورزشکاران در شهر تبریز زمان رضاشاه نقل میکرد که منم میگفت، گفتش که تمام ورزشکارهایی که اهل تبریزن حق ندارند، میگه با اینکه خوابگاه درست کرده بود اینا که ورزشکاران با هم باشن و در خوابگاه بمونن، حق ندارن غذا بخورن و چیزهای دیگه که ول دیگه. کسروی عمدن تنها به نیش زبانی و اولاد چنگیز یعنی مغول گفتن عبدالله مصطفی اشاره کرده، در حالی که شرافت و نجابت را عبدالله مصطفی استاندار و نفیسی رئیس فرهنگ و رئیس شهربانی و ژاندار بقیه با اشاره ملوکانه شخص رضا شاه و هیئت حاکمه‌اش کابینه‌اش به ابعاد آخوندی رسانیدند و زمینه مقدس کردن متاسفان شینه ها را فراهم ساختند که یک نمودش تشکیل آذربایجان ملی حکومتی در آذربایجان و حکومت مهابات در مهابات به رهبری زنده یاد قاضی محمد. من نمیدونم کی سیاست دلجویی و عذرخواهی را برای رسیدن به یک آشتی ملی واقعی پیش خواهیم گرفت، نمیدونم، معلوم نیست. طبعا خرد دوراندیش را نمیتوان در غرق شدگان جهل و خودپرستی و جنایت و غارت سراغ گرفت، اونم در جمهوری اسلام. شعر سالار یعنی سار گلخان قره‌باغی متأثر از شعر مشهور سعدی است: گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم الاخر. سالار میگه یکی نان سیاه بدقواره رسید از دست وردستی به دست، به دو یا به او گفتم جوی یا نان گندم، تو نانی واقعا یا بنده مستم؟ بگفتا من جوی بگفتا من نه جو هستم نه گندم، ولیکن با جو و گندم نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هست. اونا رو نشسته بودم، با خاک همونجور داده بود، آرد کرده بودم. ز سنگک چون شنیدم این سخن را، پری دوش از سر و عقلم ز دستم. به تنقید مسبب های اصلی دهن را باز کردم دیده بستم، بدو گفتم برو ظالم حیا کن، نگو دیگر که من میهم پرستم. مسبب های اصلی در رأسش رضا شاه، وزرای او مخصوصا نخست وزیر اون زمان و وزیر کشور و وزیر دارایی و شخص عبدالله مصطفی و نمایندگان فرمایشی و شب ساخته و روز پرداخته رضا شاهی در مجلس شورای ملی و غیره. گفتن این شعر که سخن دل هر آذربایجانی بود، خیلی ها حفظ داشتن اینو، جرأت زیادی در اون زمان میخواست در دیکتاتوری رضا شاه. این هم بخشی از ادبیات فارسی است که اکثر هموطنان غیر فارسی زبان از آن بیخبر گذاشته شدند و طبعا بیخبر از دردی که باعث سروده شدن این نوع شعرها شده هستند. تحقیر و جنایت برای کار ناکرده، یعنی تولد در یک زبان مادری ممنوع شده توسط یک قزاق. این شعر یادآور شعر مشهور دایه دایه وقت جنگ لوریست که هنوزم لورها همه میتونن و میدونن، اینم برای آذربایجانی هست. همچنین میرزا میرزای گیلکی است که گیلک ها حفظشن. احتمالا اشعاری نظیر این هم در میان خود اون ادبیات محلی ملیت های ستم دیده یافت میشه و هم در به زبان فارسی سروده شد. این شعر سار گلخان سالار گلی قره‌باغی را در زمان استانداری
عبدالله مصطفی آن مجسمه شرافت رضاشاهی گفته است. وقتی از گرگان تلگراف میرسد که جوهارا کفک زده و اسبها نمیخورند، با شرافت رضاشاهی عبدالله مصطفی تلگراف به تهران، یعنی وزیر کشور و طبعا نخست وزیر مطلع میشه و رضاشاه، و رونوشت به گرگان میزند که آن جوهارا به آذربایجان بفرستید، میدهم خرهای آذربایجانی بخورند. البته در مقایسه، البته تجار میرن که این چرا، اونها هم اون ادب مخصوص رضاشاهی رو به اونا هم حواله میکن. پدر یکی از دوستان من هم پیششون جزوشون بوده. البته در زندان ایشون، خود دوست من، البته در مقایسه بد و بدتر شرافت رضاشاهی در برابر شرافت آخوندی کم میآورد، اما در این مورد نه خیلی. خوراندن گوشت مسموم آیت الله ناطق نوری که رئیس مجلس بود ما، از آبادان تا تهران در تابستان بدون سردخانه هم شده بود. خوراندن برنج مسموم خندی که آزاده ها لابد خریده بودند برای قیمت ارزون به مردم ایران سراسرش، و پسته کفک زده سرطانزای هاشمی رفسنجانی که در آن سال، من الان خاطرم نیست ولی میتونم دقیق پیدا بکنم، اروپاییان از جمله فرانسه از خریدن پسته ایران خودداری کرد، گفت سرطان زاست. خوروندن، کشتن خامنه‌ای، پزشک اردبیلی که از استخراج اورانیوم سبلان و رها کردنش، یه سخنرانی دارم در تلویزیون میاد، در فضای آزاد و شسته شدنش با آب باران باعث راکتیا اکتیوی شدن آبها و ابتلای پیر و جوان و کودک که اطراف اردبیل به سرطان شده و می شود. یادآور همه اینها ریختن توفاله برق اتمی اتریش در کویر ایران در زمان محمد رضا شاه بود، پول گرفته بود، حتما بدون اجازه شاه الهی آمون میگن ولی با اجازه بود. شعر سالار و گواهی کسروی در این رابطه که پس از سپری شدن نزدیک به 90 سال از خاطره آذربایجانی ها پاک نشده، و اشاره کسروی مبنی بر یکی از علت های به وجود آمدن نهضت آذربایجان ملی حکومتی، بله، همچنین در کردستان رفتار زشت و غیر انسانی ماموران رضا شاهی از استاندار و رئیس شهربانی تا رئیس اداره فرهنگ، این واقعیت ها رو نمیشه پنهان کرد، باید گفت و بعد به فکر جبرانش بود، چون اون در ناخودآگاه زنده است تا ببخشه. من این شعر سعدی هیچ چیز در رفتار رضا شاهی وقت جمهوری آخوندی بهتر از این شعر سعدی نیست که سرمقاله یکی از نوشته هام در روزگار اونو کرده بودم. دشمن به دشمنان ننماید که بیخرد، با نفس خود کند به هوای مراد خیش. در زمان رضا شاه ترویج زبان فارسی تا امروز و ممنوع کردن بقیه زبان ها، ترویجش اشکال نداره به خاطر اینکه بقیهش هم ترویج بشن و آزاد باشن، و مذهب شیعه ولایت فقیه از انقلاب بهمن تا امروز. برسم به موضوع سخنرانی. نقد ادیان از جمله دین اسلام و نظر کلی به 8 جنبه اسلام، رسیدیم به بخش چهارم که جهانشناسی و خلقت، که قسمت سوم آنکه خلقت زمین. ببینید بحث خلقت هم که کردم، تیمسار آریانپور گفته بودم به درستی، اینا باید یادآوری بشه. گفتم اول خلقت آسمان ها و زمین و عرش رو گفتم، بعد از اون خلقت ملائکه جن و شیطان میاد، و پس از اون خلقت گیاهان و حیوانات میاد، و در آخر خلقت انسان. بنابراین 4 مرحله میشه: خلقت آسمان ها و زمین و عرش، خلقت ملائکه و جن و شیطان، و خلقت گیاهان و حیوانات، و خلقت انسان. البته در یه آیه قرآن خیلی وقت برده، اون سومی، خلقت زمین در 2 روز خلق شده در یه آیه فقط،
خلقت گیاهان و حیوانات و حشرات در 4 روز خلق شده، در 2 روز هم آسمان ها خلق شده، عرش هم یاد رفت. گفتم سخنانی قبل. البته در تورات هم وجود داره، از جمله جن ها، فکر نکنید که فقط قرآنیه. رجوع کنید به سفر لاویان باب 19 آیه 31. اسلام از اونجا گرفته. جن زده ها را هم عیسی مسیح، یعنی دیوانه ها را مسیحیان جن زده میگن. فراوان خوندم، همشون یه سر و ته یک کلباسه، از هم برداشت. در مورد حرفای مفت و صد تا یقاز در مورد از نظر علمی در قرن 21 اون موقع روشنفکران زمان خودشون بوده. من شخصا بدون اینکه ترس و طمعی از چیزی داشته باشم، از پیغمبرا رو، همه پیغمبرا رو آدمای بزرگی میدونم برای مردمان خودشون تو اون جوامع قبیله‌ای و یا به اصطلاح توده‌ای. هنوز سوسیته مدرن نشده، انسان صاحب حقوق، شهروند و چیز نشده تا جامعه به وجود میاد در معنای مدرن کلمه. هنوز توده است. قبلا گله بود در کمونوته، بعد توده میشه، بعد انسان وقتی صاحب حقوق فردی شد و به اون آگاه شد، از اون دفاع کرد، تبدیل به شهروند میشه. والا تو قانون اساسی نوشتن شهروند نمیشه. اونا که گلوار میرن به آقا گفته رأی میدن، اون هنوز گله است. دین هم انسان رو به گله برمیگردونه، از توده هم خارج میکنه. در مورد آشفتگی و تضاد در قرآن که نتیجه مبارزه فکری پیامبر اسلام محمد و اون هیئت مؤسسین اسلام با اندیشمندان زمان خودش در عربستان بوده و نیز با یهودیان و در رقابت با یهودیان و مسیحیان مقیم عربستان، قرآن برخلاف تورات و انجیل نازل شده و پیغمبر گفته. اینو هم کسی ننوشت، کاتبان متعدد داشت تا 20 نفر هر موقع هر کدومش پیش پیغمبر بود اونو می نوشت. همهشون حفظشون نبودن. این نبود که اونجا بشونه بگه. به این خاطرم اومدن گفتم و اون زید نوشت. پیامبر بر حسب مورد و الهام شاعرانه که آن را وحی می نامید سخن می گوید. بعضا این کلمات هماهنگی میاره. اون تضاد بخشش این حالت الهام شاعرانه که وحی نامیده میشه در قرآن اونه. زیادم اهمیت نمیداد، چون اون ریتم کلام، سحر کلام بیشتر مؤثر بود برای عرب. بله، پیامبر اسلام بر حسب مورد و الهام شاعرانه که آن را وحی مینامید سخن میگوید و تضادها و تناقضات قرآن محصول این نحوه برخورد مختلف و زنده است با مسائل، در حالی که تورات و انجیل یک کتاب مردن. گاتای زرتشت هم همینطور. در حالی که مؤلفان کتاب های پنجگانه تورات و 4 انجیل و رساله های بعدی با تمرکز و همچنین به وسیله مؤلف و مؤلفانی به قول ارنست رونون گاه اکول و مکتب آنها را نوشته شدند و نه در مجادله زنده مثل قرآن. این نقطه است که اصلا کسی توجه نمیکنه به این آخوندام از جمله. با وجود این، چون مؤمنند، با وجود این علمی نگاه نمیکنه. در تورات و انجیل نیز نه تنها سخنان دور از علم و عقل و منطق فراوانتر از قرآن است، تصریح میکنم فراوانتر از قرآنه، بلکه تضادها و تناقضات فراوانی در بیبلی، یعنی تورات و انجیل است که در سخنرانی های مربوط به یهودیت و مسیحیت به آنها اشاره شد. خواهندگان لطفاً به دیکسیونر فلسفی ولتر و خود کتاب ارنست رونان
و در به کتابی که یه مسلمان در جواب مسیحی‌ها نوشته به نام مدرسه سیار شیخ جواد بلاغی بر علیه انجیله، به تورات نپرداخت چون به قرآن برمیخورد، تورات میپرداخت، و نیز کتاب ارسیه باد فیلمش هم هست و مفهوم انجیل ها کریولف و نیز بنیادهای مسیحیت کارل کاوتسکی عباس میلانی ترجمه کرده، دستش درد نکنه. بله به هر حال رجوع کنید. البته کسانی که به دیکسیونر فلسفی ولتر میخوان رجوع کنن حتما به فارسیش رجوع نکنن که قابل دانلود کردنه، مسخ شده. اون رو در زبانهای اگر می فرانسه بلدن اصلیش فرانسه و یا انگلیسی و آلمانی و غیره و حتی ترکیه ترکیه. این توضیح جهت توهم زدایی است که از چاله اسلام به چاه مسیحیت که غیر عقلانی ترین ادیان جهان در کنار هندویزم است نیفتید. و اینکه این دو تا دین این همه پیرو دارن دلیل غیر عقلانی بودن بشره. به قول نیچه ناخودآگاه زندگی میکنه. عقلانی اون فلسفه هایی مثل کانت و برخواسته از کانت، مثل مارکس و غیره و یه مقدار حتی بخشی از اگزیستانسیالیسم، اینا عقل گرایی دارن. انسان 10% عقل گراست، انسان عادی، مگر اینکه اون عقل گرایی رو خیلی رشدش بدی. با عقل ستیزی عرفان و عقل گریزی عرفان و عقل ستیزی دین که نمیشه جامعه عاقل به وجود آورد. سعی کنیم از طور نامرئی دین خود را همه ادیان رها سازیم و به انسانیت و علم و عقل و دموکراسی یعنی آزادی و برابری تکیه کنیم تا خود باشیم و نه مقلد یعنی گله. چون سخن از جهانبینی اسطوره دین اسلام است و جهانبینی شامل جهانشناسی، خلقت ملائکه، اجنه، شیاطین، گیاهان، حیوانات و انسان می باشه، همانند جهانبینی تمامی ادیان از نظر علمی جهانبینی اسلام هم بیپایه و از نظر عقل آزاد و نقاد بیمنیست. به بیان خلقت آسمان ها، عرش و تضاد موجود در آیات مربوط به آن در سخنرانی قبلی پرداختم. حال به مورد زمین و تناقض و تضاد در آیات مربوط به زمین و خلقت زمین می‌پردازم. یه چیزی هم راجب ببینید، قرآن خلقت آسمان ها و زمین و عرش رو خلق، آسمان ها و زمین رو خلق میگه، ملائکه رو امر میگه، اجنه چون از خلق الجان من مارج من نار از آتش زبان کشانده کشیده و اونو شعله‌ور به اصطلاح اونو خلق میگه و گیاهان و حیوانات و انسان هم خلق دیگه. واژه امر در مورد مخلوقات غیر مادی مثل روح و ملائکه به کار میره. گفته شد که در آیات قرآن از 7 آسمان و در بعضی همراه با 1 عرش و نیز با 1 زمین سخن رفته است، اما در تنها 1 آیه، آیه آخر یعنی آیه 12 سوره طلاق، راحت دیگه، طلاق هم اسمش، سوره 65 قرآن، به 7 زمین هم در کنار 7 آسمان اشاره شد. من اینا رو چون میتونستم میرفتم از سایت تدبر در آوردم، گفتم کسی رجوع کنه به سایت تدبر رجوع کنه چون ترجمه های مختلف رو میده، انسان میتونه مقایسه کنه. بله آیت الله موسوی همدانی یه ترجمه یه مقدارم با تصرفاتی از خودش در المیزان زنده یاد، دوست عزیز من، انسان والایی بود کلن و عارف، محمد حسین طباطبایی که بهش علامه میگن، علامه کامپیوتر،
الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. من مخصوصا آیهشم خوندم، دو ترجمه آخوندی را میخونم که چگونه داره ماستمالی میخواد بکنه. اولیش همون آیت الله موسوی همدان، باز برای علمی کردن آیه و ضد علمی ننمودن قرآن، جلوه نکردن قرآن. خدا همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را، نمی نویسه هفت زمین به اصطلاح دیگه، او واو واو عطفه، فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می آید، یعنی در آسمان ها و زمین دا بود هفت زمین. و بدانید خداوند بر هر چیزی تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد. عیناً شارلاتان کبیر و دزد اکبر ناصر مکارم شیرازی که شکر رو کنترل میکنه، عین همینو کپیه کرده بدون اینکه یک واو اضافه کم نمیخونم، وقت تلف نکنم. ترجمه دیگری از المیزان که دقیق، الله خدایی است که هفت آسمان و زمین را مثل آن بیافرید و امر او در بین آنها پیوسته نازل می شود، یعنی آسمان و زمین، تا بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و خدا بر هر چیزی احاطه علمی دارد. به کل شیء علما اونو چیز کرد، ظاهرن می فرماید. طباطبایی آدم دقیقیه نسبتا و منصف، میگه ممکنه من اشتباه کنم. ظاهرا میفرماید خدایی که برای شما رسول فرستاده و شما را هدایت کرده همان معبودی است که هفت آسمان و هفت زمین را آفرید. دستت درد نکن. باز طباطبایی اشاره میکنه، اینا همه به عربی نوشته المیزان رو، به دو تا ترجمه فارسی، و شاید میخواهد بفرماید خدای تعالی از زمین چیزی خلق کرده که مثل آسمان‌های هفتگانه است، یعنی همان انسانی که موجودی مرکب از ماده زمینی و روحی ملکوتی و آسمانی است، که به کلی حرف بی ربطیه اینجا آقای طباطبایی میزنه. ببینید توجیه معقول میخوان درست کنن، در هم گفتم تفسیر دام تزویره، میخوان توجیه معقول برای یک سخن نامعقول بتراشن. یه امام اول شیعیان علی ابن ابی طالب یه جمله خیلی خوبی داره، وقتی قرآن را به نیزه زده بودن گفتش که کلمت حق یراد و به حل باطل، این کلمه حقی است که باطل ازش مراد شده، یعنی برای پیروزی باطل دارن ازش سوء استفاده میکنن، بزنید بیفته کاغذ مرکب. در این مورد به نظر من درست برعکس موضوع اینه، یعنی میخواهند به هر نحو شده یک توجیه عقلی و در صورت امکان علمی برای یک موضوع غیر علمی و موهوم درست کن. خداوند امر خود را بین آسمان ها و زمین نازل می کند، یعنی وحی امر دیگه، خلق نیست، و امر خدا همان کلمه ایجاد اوست، یعنی کلمه ای که ایجاد کرده، که در آن صورت در ادامه می فرماید تنزل و امر در بین آسمان ها و زمین شروع کردن به نزول از مصدر امر به طرف آسمان هاست که یکی به سوی دیگری نازل می شود تا به عالم ارضی برسد، از اون آسمان به اون آسمان برسد. در ایجاد این تدبیر امر، بل این ایجاد و این تدبیر امر برای آن است که هر متفکری که در مسئله خلقت بیاندیشد، که اصلا خلقتی وجود نداره تا اینکه بیاندیشید، پیدایشه، بدون هیچ شک و تردیدی بفهمد، اینم لاره بفیه ها، دین اینه دیگه، و بداند که قدرت خدای تعالی شامل هر چیز و علم او محیط بر همه چیز است. پس بر خردمند مؤمن واجب است، خردمند مؤمن البته، که از مخالفت امر او بپرهیزد زند و خدا ترس باشند. این آیه ظاهرا دلالت می کند، با ظاهرا می نویسد که بیش از یک عرض وجود دارد،
اگرچه در آیات دیگر همیشه زمین به صورت مفرد در برابر آسمان‌های من اضافه میکنم هفتگانه به کار رفته است. باز این شرافت و صراحتش رو میرسون. بعد البته یه سوالاتی هم کردن که این چون کوتاهه میخونم، از متخصصین آقای لامعینامی، از متخصصین علوم قرآنی در مورد این آیه شریفه یک سوال داشتم. در گلشن راز محمود شیخ محمود شبستری بخشی وجود داره دارد که نظر ابن عباس شاگرد و پسر عموی حضرت علی و حضرت پیغمبر، هر دوش پیغمبر اسلام هم بود، در مورد این آیه شریفه نوشته شده. چون این بعدم میاد دیگه اینجا چیز نکرد. متن: اگر این آیه را تفسیر کنم خلق مرا جز کافر نخواهند خواند. شیخ محمود هم همین نظر را دارد. سوالم اینجاست که به نظر شما این افراد چه تفسیری از این آیه داشتند که از تفسیر برای عموم خودداری می کنند؟ ابراهیم داور می نویسه: نمیدانم، شاید مربوط به تأویل آیه باشد نه تفسیر آیه. در ترجمه زنده‌یاد بابا سفری چنین آمده است برای این آیه: خداست که هفت آسمان ها را آفرید و از زمین نیز بمانند آنها، یعنی هفت تا زمین، و بعد در زیر نویس برای رفع این تضاد و توجیه جمله بیمعنی هفت زمین، در واقع هفت طبقه آسمان، هفت طبقه هم باید زمین باشه، واو عطف آورده دیگه. آقای بابا سفری می افزاید که به خطا از ابن عباس نقل شده که این هفت زمین یکی بالای دیگری نیست مثل آسمان ها، بلکه در اشاره به هفت اقلیم یعنی هفت قاره است. ایشون اقلیم و قاره را هم اضافه کردن. هفت اقلیم و قاره، من فکر نمی کنم که این روایت از ابن عباس درسته، اون موقع به عربستان نرسیده بود این داستان. هفت قاره من اضافه میکنم، نداریم، پنج قاره داریم. آخوندهای دروغساز و دروغ فروش دو قطب منجمد شمالی و جنوبی را هم اضافه میکنن گاهن تا برای سخن بیمعنی کتاب مقدسشان مصداق واقعی برای اقناع گله مؤمنانشان بیابن و نگذارن پالان خریتشون، به قول آقای جمیلی پالان دوشوده، پالان خریتشون رو حتی جا به جا بکنه. دو ترجمه درستر: الهی قمشه‌ای، خدا آن کسی است که هفت آسمان را آفرید و مانند آن آسمان ها از هفت طبقه زمین خلق فرمود. امر نافذ او در بین هفت آسمان و زمین نازل می شود تا بدانید که خدا بر هر چیزی توانا و به احاطه علمی بر همه امور عالم آگاه است. بهترینش به نظر من اینه، مهدی فولادوند: خدا همان کسی است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین آفرید. فرمان خدا میان آنها فرود می آید تا بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و به راستی دانش وی بر هر چیزی را در بر گرفته است. حال رسیدم به نیم ساعت باقی مونده در مورد مسطح بودن زمین و تمام ادیان معظم این مرکز هم بدون استثنا، ابر و باد و ماه و خورشید اشاره کرد و تناقضاتی که در آیات مربوطه به عالم وجود به اصطلاح در مورد زمین وجود داشته و داره. طبعا از نظر وقتی زمین مرکزه، زمین هم با گیاهان و حیواناتش به قول نوشته تورات که میگه و چیز همه را برای انسان آفریده، اونم انسان مؤمن البته. چرا؟ قرآن خیلی راحت جواب میده: برای اینکه خدا را عبادت کنه. خلقت هدف اینه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، سوره زاریات آیه 56، از زاریات البته با دال زال می نویسه. همانند بیبل کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان
قرآن نیز آیات زیادی هست که به مسطح بودن و تلویحا سکون زمین دلالت میکنه. ببینید اینو خوندم اون موقع درس یاداوری چون خیلی کوتاهه. صحیفه یوشع نبی باب 10 آیه 12 تا 13، ماه و خورشید را در آسمان یوشع متوقف میکنه، پس دور زمین میچرخن که متوقف کرده تا اینکه خوب بکشه دشمنانشون. باب 10 آیه 12 و 13، همینطور در مورد مسیحیان توبه نامه قلیل، رسوای قلیله که برتران راسل در کتاب جانشناسی علمی آورده مفصلشو، البته در تاریخ ویلدورانت و اینا هم اومدن، تاریخ فلسفه ویلدورانت، گالیلو رو وادار میکنن یه دستش رو دو کتاب مقدس میذاره، یه دستش رو دو زمین میذاره، اون چیزی رو که نوشته بودن گذاشته بودن جلوش اونو قرائت میکنه تا اینکه توبهش قبول شه. اون توبه نامه چیه؟ میگه من به این کتاب مقدس که با دستم لمس میکنم و به این زمینی که دستم روی اونه قسم میخورم که این زمین نمیچرخه. چرا؟ برای اینکه میچرخید تو عیسی مسیح دیده نمیشد موقع عروج ولان الاخر، اشکالات خیلی زیادی تولید میکنه برای تورات و انجیل. تا جایی که من میدونم در مورد سکون زمین، ممکنه عزیزان اطلاع قبل از این داشته باشن به من بدن، خیلی ممنون خواهم. زنده یاد سید احمد کسروی است. او کتابی داره به نام در پاسخ به بدخواهان، نشست سوم، صفحه 27. این رو کاملا میشه دانلود کرد. من نمیدونم اون سرنوشت ایران چه خواهد بود قابل دانلود کردنه، ولی این قابل دانلود کردن. من اون چیز به اصطلاح کسروی رو، پاسخ به بدخواهانش رو، اون بخشش رو میخونم. این تنها جایی است که کسروی با وجود اینکه حرمت قرآن رو باز نگه میداره باش روبرو میشه. از کجای قرآن سوال میکنن قبلش رو باید بخونید، از اول آغاز اون نشست، دو سه صفحه قبل. از کجای قرآن استفاده میشود که زمین مسطح و ستاره ها به آسمان کوبیده است؟ میگویم برداشت قرآن درباره گیتی که همیشه یاد آسمان ها و زمین از سماوات و الارض میکند، جز در اون آیه یه دونه که کسروی هم اشاره نکرده خوندم، و در یک جا میگوید رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها و ستارگان را آرایش آسمان نخست نشان داده و میگوید، معنایش آیه رو بله، ولقد زینا السماء بله الی آخره بزینت الکواکب، معنایش جز این نیست که زمینی است یک رویه و هموار و آسمان هایی است که بر روی آن بی ستون، یعنی بدون عمود ستون افراشته شده و هر یک روی دیگری می باشد و ستاره ها آرایش آسمان نخست است که به آن بسته شده و یا همچون میخ کوبیده گردیده. این گونه جمله ها در قرآن جز با هموار بودن زمین نتواند ساخت. درست میگه. و این است مسلمانان زمین و آسمان را جز بدان سان که یاد کردیم نشناخته بودند. منم به اون آقای تاها گفتم که بس کجا بودید اگر این آیه هایی که داری تفسیر میکنی علم کشف میکنه، شما یک چیزم از اون طلبکار میشید. من به این، من این را دلیل نمی آورم و نمیخواهم میدان به سخنان دور و دراز دهم. یک دلیل روشن دیگر یاد میکنم. در داستان ذوالقرنین در قرآن گفته میشود که آیه رو نوشته بله، و همچنین ترجمه آیه رو که می نویسه، تا چون به فرودگاه خورشید رسید آن را دید که در یک چشمه لزنزار فرو می رود پشتش، تا چون به درآمدگاه یعنی طلوع، محل طلوع خورشید رسید، اون غربش بود، غروبش بود، این شرقش بود، طلوعش بود، و چون به درآمدگاه خورشید رسید آن را دید که در می آید و می تابد
و کسانی که پوشاکی جز آن تابش نمی داشتن. بله. به هر حال اینا رو کسروی نقل میکنه و بعد میگه که آیا رسیدن به فرودگاه خورشید یا به درآمدگاه آن جز با یک رویه و هموار بودن زمین توانت ساخت؟ خیلی دقیق گفته. گرد باشه که هیچ جا نمیرسه. آیا به گرد بودن زمین کسی با فرودگاه یا درآمدگاه خورشید توانت رسید؟ بسیار منطقی و بسیار جالب. کسروی بعضی شاهکارها داره، از جمله یک معجزه پیغمبر رو گفته بودن که تمساح با پیغمبر کسروی پرسید به چه زبان صحبت کرده، گفتن که عربی، گفته بس معجزه تمساح نه پیغمبر. میدانم خواهم گفت ذوالقرنین چون کنار دریا رسید الاخر. شما ببینید چیزی به این آشکاری آنان نفهمیدن و جز نافهمی در برابر ما آن زبان درازی ها میکنن. ببینید دروغگو کیست، ما این یا آنان؟ ببینید آیا ما قرآن را نمیدانیم؟ بعدم میگه که برید از شهرستانی و فلان و فلان کس هم بپرسید. کسانی که بخوان همینقدر کفایت میکنه به عنوان به اصطلاح پیشکسوت این کشف که زمین مسطحه. بهترین استدلال هم در همون موضوع که ذوالقرنین و کسروی کرده که زمین اگه صاف نباشه به طلوگاه و غروبگاه نمیشه رسید، یعنی شرق و غرب. حال از قرآن چهار سوره رو بله به آیات مختلف رجوع میکنم. جالب این است که واژه ها و لغات مختلف در آیات مختلف به کار برده شده و مفسرین همه را به یک واژه برگرداندن. من خیلی دقت کردم. الذی جعل لکم الارض فراشان و سماء بناء، همان خدایی که زمین را، این بقره دوم سوره قرآن مدنیه، مال در مدینه نازل شده، آیه 22، همان خدایی که زمین را برای شما بساطی گسترده و آسمان را بنایی برافراشته قرار داد. سوره رعد که سوره 13 آیه 3، تفسیر المیزان، هو الذی مد الارض، اونجا فراشان بود اینجا مد، و جعل فیها رواسی الی آخر، اوست که زمین را بگسترد و در آن کوها و جویها قرار داد و از هر نوع میوه دو صنف پدید آورد، شب را با روز میپوشاند، به درستی که در اینها برای گروهی که تفکر کنند نشانه هایی است. سوم سوره نوح، یعنی سوره 71 آیه 19، الله جعل لکم الارض بساطا، بست یافته صاف، همان خدایی که زمین را برای شما فرشی گسترده، باز همون شد، و آسمان را بنای افراشته قرار داد، و آسمان آبی فرود آورد و از آسمان آبی فرود آورد و بدان از میوه ها رزقی برای شما بیرون آورد، پس برای خدا همتایی قرار ندهید در حالی که خود می دانید. چهارمی سوره، سوره همون نازعات، یعنی 79 آیه 30. بعد این رو البته دو بخونم، در همون ترجمه بابا سفری بخونم. آیا آفرینش شما سخت‌تر است یا آسمانی که خدا آن را بنا نهاده؟ سقف آن را برافراشت و آن را بیاراست، یعنی با ستاره ها منظور، چون دیگه رفرانس چیز نمی، شبش را تاریک ساخت و روزش را روشن گردانید. جملات خمینی هم اینجوریه دیگه، چیزهای واضح، توضیح واضح ها. و از پس آن زمین را بگسترانید و در آن آب و چراگاه بیرون آورد و کوها را استوار گردانید برای برخورداری شما و چهارپایانتان. جالب اینه که در سوره 78 نبعه به قول معروف، بله، اونجا هم در آیه 17 هم حقا که روز داوری وعدگاه همه است،
روزی که میترسونه. در سور دمیده میشود و مردمان گروه گروه به محشر آیند و آسمان گشوده شود و درها پدید آید. درها برای آسمان ها و کوها به حرکت آورده شوند و چون سراب گردند. همانا دوزخ کمینگاهی باشد که سرانجام سرکشان است، یعنی همه باید مطیع و مؤمن باشند، که در زمان درازی در آن بمانند. در بعضی آیات گفته میشه که همیشه در اون میمونه. بنابراین این دوتا سوره رو هم خواستم بخونم که شد پنجتا. آقای فولادبند میگه که آیا آفرینش شما دشوار است یا آسمانی که آن را برپا کرده است، سقفش را برافراشت و آن را درست کرد و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید؟ پس معلوم می شود که در آسمان هم شب و روز است. اینم من ایراد گرفتم، مطرح تو آسمان و ناشی از کرویت و گردش زمین به دور خود نیست. پس از آن زمین را با غلطانیدن گسترد. آیه 30 عین باز کردن، به من توضیح میدم، خمیر نان و تبدیلش به لواش، آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد و کوها را لنگر آن گردانید، تشبیه به کشتی کرد تا وسیله استفاده برای شما و دامهایتان باشد. تا اینجا یک بخشم میخونم با این خلقت زمین. حال به سخنان دیگری در مورد سوره نازعات که یه تفسیره، ببینیم که چه جوری چیز میکنه. ظاهراً ظاهر بعضی آیات آن است که خودشون گیر کردن. زمین، آفرینش زمین تقدم داشته بر خلقت آسمان، مانند آیه 29 سوره بقره هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا و آیه 9-11 و من دیدم 13 هم اضافه، سوره فصلت خلق الارض فی یومین اشاره کردم در چیز، و خوراکی ها و گیاهان رو در 4 روز و آسمان رو در 2 روز از بخار دخان درست کرد. و ظاهرا بعضی دیگر مقدم بودن بر آیات دیگه، خلقت آسمان بر زمینه، مانند آیه 30 سوره نازعات و الارض بعد از ذلکت دهیها و زمین را از پس آن آسمان گسترانید. مفسران برای حل این موضوع و جمع آنها به اصطلاح اینجوری بیان کردن. در سوره بقره آیه 29 بحث از خودشون، ببینید دفاع میکنن دیگه. سوره بقره آیه 29 بحث از اصل خلقت زمین است که میفرماید یعنی اوست که هرچه در زمین است برای شما خلق کرده و سپس به آسمان ها پرداخت. یعنی 7 آسمان، 7 سماوات. اما در سوره نازعات آیه 27-33 او 30 نوشته، بحث از گسترش دادن زمین است که میفرماید یعنی بعد از خلقت آسمان خداوند زمین را گسترش داد. بنابراین خداوند اول زمین را خلق کرد و سپس به خلقت آسمان پرداخت و پس از آن زمین را گسترش داد، صاف کرد، این درست کرد دیگه. و به این، با این بیان هیچ نقصی در کار نیست، یعنی تضاد رو رفع کرد. چرا به نظر من درست برعکس این، به این ترتیب من، با این ترتیب من در آوردی رو من نمیدونم چرا مطرح میکنه، توجه هم نمی کن که آیات مکی و مدنی شو. به علاوه از نظر علمی زمین که غباری در نظام این آفرینشه، حتی در کهکشان مارپیچی کوچولوی ما نسبت به کهکشان های دیگه. 6 روز برای زمین گذاشته، 2 روز برای آسمان. عقل چیز بدی نیست. تازه خلقت عرش هم مطرح نشده. اصلا طرح موجود خجالت آوره. انسان یعنی به قول خیام یک ذره خاک بود با دریا شد، یک قطره آب بود با دریا شد،
یک ذره خاک با زمین یکتا شد. آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. عمر کل کره زمین 4.5 میلیارد ساله منظوم شمسی احتماله. عمر حیات 3.7 میلیارد ساله عمر انسان 6 میلیون ساله 6 میلیون در مقابل 14.7 میلیارد سال تمدن 6000 سال عمر این ادیان از موسی بگیرید 3300 سال اصلا خجالت آور این ابعاد در این ابعاد اندیشیدن و این حرف ها رو قبول کردن و توجیه کردن. بعد دنباله صحبت، خداوند ابتدا زمین را خلق کرد در حالی که تمام زمین و محتوای آن زیر آب بود، تفسیر میکنه، و بعدها به مرور زمان آبها را به گودالهای موجود در زمین رفتن، مثل این که آبها سر بالای زمین وایستاده بود و خشکیها از زیر آب سر بیرون کرده به وضع فعلی در آمدن. خیلی بامزه است و رفع خستگی عزیزانه که این را در اصطلاح دهول ارض می نامد، که در آیه 30 سوره نازعات بدان اشاره شده. خلاصه در آیه 29 سوره مبارکه بقره خداوند از اصل خلقت زمین بحث می کند که قبل از خلقت آسمان بوده است، به پیروی از تورات من اضافه کردم. در سوره نازعات از گسترش دادن زمین بحث می کند که بعد از خلقت آسمان بوده. توجیه دیگر اینجا هاش جالبه، مخصوصا نتیجهش تقدم آفرینش آسمان بر زمین می باشد. آن است که تعبیر به سمه در سمستوا الاسما برای تأخیر بیانیست نه تأخیر زمان. اصلا شرم‌آوره، همون شرف عبدالله مصطفی رو یاد میانده. یعنی آفرینش آسمان ها قبلا صورت گرفته و زمین بعد از آن، ولی به هنگام بیان کردن نخست از زمین شروع کرده است. گفته شده که این وصف با اکتشافات علمی هماهنگ تر است. سنگ پای قزوین واقعا به قول کسروی به اینا میگفت آخوندک با های کافه تسخیر. بعد ادامه میده، لکن قضاوت قطعی نمیتوان کرد زیرا ظاهرا بعضی آیات دیگر آن است که آسمان و زمین در ابتدا به هم پیوسته بودند و تقدم و تأخری با یکدیگر نداشتند و سه جور شد، یکی پیوسته بودند، یکی زمین قبل از اونه، یکی آسمان قبل از اون. مؤمنین همه رو قبول میکنه، این مهم نیست. بله، سوره اعراف آیه 7 اینو قبلا خونده بوده. در حقیقت پروردگار شما آن خدایی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر عرش جهانداری استیلا یافت، روز را به شب که شتابان دنبال آن میطلبد میپوشاند. این در گفتم سوره اعراف 7 آیه 54. این اولیشه که خدا اول آسمان ها را میآفرینه بعد زمین را. دوم برعکس، اکثر سوره های قرآن از جمله سوره اعراف که اشاره کردم در آیه 29 سوره بقره و در سوره نازعات، بله نازعات آیه 27 تا 33 یا 30، خلقت زمین پیش از خلقت آسمان های هفتگانه است و هم در 2 روز زمین 4 روز خوراکی ها که بخوریم و مؤمنین خوشحال باشن و در 2 روز آسمان ها را اشاره میکنه. سوم در سوره انبیا آیه 30 آسمان ها و زمین به هم پیوسته بودند و نتیجه و در نتیجه با هم بایستی خلق شوند و بعد از هم باز کرده جدایشان میکند خدا. بله، آیا کافران ندیدن که آسمان ها و زمین پیوسته بودن و ما آنها را باز کردیم؟
سوره 21 یعنی انبیا آیه 30 بعد اضافه میکنه طبق نظر دانشمندان در آغاز خلقت مجموعه این جهان به صورت یک توده واحد بیگ بنگ رو داره توجیه میکنه، واحد عظیمی از بخار سوزان بود و بر اثر انفجار درونی و حرکت تدریجا تجزیه شد و کواکب و ستاره ها و از جمله منظومه شمسی و کره زمین به وجود آمد و باز هم جهان در حال گسترش است و در هر صورت این دانشمندان هستند که باید بیان کنند که گذشته آسمان و زمین چگونه بوده است. اینجا انصاف و شرف رو رعایت کرده. از تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 394 و جلد 20 صفحه 227. بله، سوره طه راجب صاف بودن زمین میگه که همان که زمین را برای شما گسترده و گهواره ساخت، مهدن، و در آن برای شما راه‌های گشود و از آسمان آبی به صورت باران و برف و تگرگ اضافه کرده فرود آورد، پس به وسیله آن انواع از گیاهان و رنگارنگ از زیر خاک اضافه کرده بیرون آورد. سوره 18 کهف آیه 47 باز به تفسیر المیزان میره روزی که کوها را به حرکت درآوریم و زمین را آشکارا بینی، یعنی صاف میشه دیگه، کوها مانع ان که ببینیم، و همه آنها را گرد می آوریم و انسان ها را و هیچ یک از آنها را فروگذار نمی کنیم. بله، بعد چیزایی رو اضافه کرده که تقدیر کلام این است که به یادآوری روزی که کوه ها را به حرکت می اندازن زیم و آنها را به جای خود از جای خود بر می کنیم و همه قسمت های زمین آشکار می شود و دیگر چیزی مانع از دیدن کرانه افق نخواهد بود، یعنی زمین صاف، هم کسروی هم گفت، و قسمتی از زمین حائل و مانع دیدن قسمت دیگر نمی شود. دیگه روشن‌تر از این نمیشه گفت. و آنگاه همه انسان‌ها را محشور می‌کنیم و هیچ یک از آنها را بدون حشر باقی نمی‌گذاریم و همه را زنده کرده و در محضر خود گرد می‌آوریم. از نظر گفتم بله دیگه به هر حال این روشنه. خانم مرضیه علمدارم یه جور تفسیر کرده بامزه است، ولی به هر حال دیگه نمی‌خوام چیز بشه و جمع‌بندی میکنه. شش لفظ مختلف که در این شش آیه در سوره های مختلف به کار رفته آورد، بسته به تناسب و ریتم و زیبایی سخن و بیان معنی که همه را در فارسی به گستردن ترجمه کرده. مبارک دقت مفسر. الارض فراشا بساطا بساط افکند منتهی العرب، به هر حال مد دل ارز ارز و بساط ها دوها ان دوها ها ببخشید الارز بعد از آلکه دوها ها ارز مهدا مهدن هر دو با سکون با چیز میشه خوند و تر الارز. همینجا من سخن رو تموم میکنم و به هر حال نتیجه گیری که میخوام بکنم اینه: در عصر تسخیر فضا، انترنت و عکس برداری از زمین، خورشید، من اون رو میفرستم. آقای بهبهانی یک بار نشون دادن، زمین رو نشون میده، منظومه شمسی رو نشون میده، بعد خورشید رو در مقابل زمین نشون میده، بعد خورشیدهای بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگ رو نشون میده، تازه به کهکشان نمیرسه. اصلا خجالت آور و شرم آوره، واقعا شرم آوره. یعنی از یک حرف بیمعنی، نه غلط، دفاع کردنه، دفاع لازم نداره،
محمد ابن عبدالله پیغمبر موفق در عربستان، یکی از مثل زرتشت، یکی از بهترین تعریف ها رو در مورد، اگر زرتشت در مورد نیکو بد گفته بود که فری که از آن زرتشت بود که به شیوه دین اندیشید، که به شیوه دین سخن گفت، که به شیوه دین رفتار کرد، یعنی پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، پندار مطابق دستور دین، گفتار مطابق دستور دین و رفتار مطابق دستور دین. ممنون زرتشت از این آیه در یشت ها. اینن از پیغمبر اسلام هم بایستی مثل زرتشت تشکر کرد. چرا؟ جمله شاهکاری داره. اینی کسروی هم تو اون مطلب تلویحا میخواد اینو بگه، منتها صریحا نمیگه. اینی بایست لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم، پیغمبر شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو تکمیل کنم، که آخوندام دارن به قول طباطبایی به بازرگان گفته بود که آبرو و حیثیت در اسلام نمیذاره، که نذاشتم. عجب میشناخت خمینی رو مخصوص. بنابراین بحث اینه، اگر دین برای مکارم اخلاق اومده که برای همین اومده، دیگه تمام بحث هایی که راجع به آفرینش جهان، ملائکه که وجود ندارد، نمیدونم شیطان و اجنه که یه ریشن بنابرای قرآن، همه اینها نظیر خلق، اصلا واژه خلقت غلطه، چیزی خلق نشده، خالقی وجود نداره. به قول راسل گفت مطرح میشه که برای اون خالق کدوم خالق مطرحه؟ اگه همه چیزی خالق داره یه جا باید وایسته، ما در همین عالم پیدایش وامیستیم دیگه، دیگه یک موجود فرضی رو چرا براش تحمیل بکنیم که هزار تا هم اینجور بامبول و این اغلاط به وجود بیاد؟ طبیعی است. پیغمبر اسلام اونا رو حرف زده، در مجادله هم حرف زده، ننوشته ننشسته بنویسه، تازه نشستن نوشتن اون همه غلط توشه. ممنون، اینم نتیجه گیریه من. به عزیزان شب و روز دوستان گرامی به خیر باد. من امیدوارم انتقاداتتون رو به من بنویسید. ممنونتون هستم.